سلام بر شما به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. در این برنامه از آخرین تلاش‌های مخالفان و موافقان توافق اتمی در کنگره آمریکا خواهیم گفت. نگاهی داریم به تلاش‌های تازه دیپلماتیک برای حل بحران سوریه. به گفته های یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره توافق محرمانه این سازمان با جمهوری اسلامی ایران می‌پردازیم و گزارش خواهیم داشت از عزم ترکیه برای مبارزه با گروه تروریستی داعش و در پایان بهنام امینی مطابق روال معمول ما را در جریان تحولات این کشور و منطقه قرار می‌دهد. با ما همراه باشید. شواهد حاکی از آن است که اعتماد به نفس حامیان آقای اوباما در کنگره برای رویارویی با مخالفان توافق اتمی روز به روز بیشتر می شود. روز سه‌شنبه یک سناتور دموکرات دیگر به جمع حامیان توافق پیوست و تعداد آنها را به 29 نفر رسانید. یک عضو ارشد حزب جمهوری خواه آمریکا در این رابطه گفت تلاش های کاخ سفید برای جلب حمایت از توافق نتیجه بخش از آب در آمده و او دیگر مطمئن نیست که مخالفان توافق بتوانند حرف خود را به کرسی بنشانند. همزمان مرزیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است ما از رد شدن احتمالی طرح توافق اتمی در کنگره آمریکا نگرانی نداریم. در حالی که یکی از مخالفان سرسخت توافق اتمی ایران در سنای آمریکا در مورد پیروزی بر موافقان این توافق ابراز شک و تردید می‌کند، روز سه‌شنبه یک سناتور دموکرات دیگر به جمع حامیان توافق پیوست و تعداد آنها را به 29 نفر رساند. با این حساب باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تنها نیاز به 5 رأی موافق دیگر دارد تا بتواند هر گونه مخالفت از طرف حزب جمهوری خواه را وتو کرده و توافق اتمی با ایران را از تصویب کنگره آمریکا بگذراند. پتی موری از اعضای ارشد سنای ایالات متحده از حزب دموکرات روز سه‌شنبه سوم شهریور ماه رسما اعلام کرد از توافق اتمی با ایران حمایت خواهد کرد تا از ساخت سلاح اتمی به دست ایران جلوگیری شود. آنطور که روزنامه فاینانشال تایمز میگوید علاوه بر 29 حامی فعلی توافق اتمی در سنای آمریکا، 4 سناتور دموکرات دیگر به حمایت از توافق تمایل دارند و 8 دموکرات دیگر هنوز در این باره تصمیم نگرفتند. باراک اوباما روز 23 تیر ماه در پیام ویژه خود به مناسبت توافق جامع میان ایران و گروه 5+1 ضمن دعوت از اعضای کنگره کشورش به بررسی کامل توافق مذکور و بحث سازنده درباره آن، آنها را تهدید کرد که هر گونه مصوبه این نهاد را که مانع اجرای توافق جامع با ایران شود وتو خواهد کرد. با این همه تهدید یاد شده مانع از آن نشد که جمهوری خواهان تمام قوای خود را بر رد توافق اتمی متمرکز نکنند و در این راه توانستند حتی 12 عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا را نیز با خود همراه کنند. سناتور دموکرات باب منندنز رئیس پیشین کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز 26 مرداد ماه رسما مخالفت خود را با این توافق اعلام کرد. پیش از او سناتور ارشد چاک شومر که احتمالاً رهبر آینده اقلیت دموکرات در سنای آمریکا خواهد بود، نام خود را به عنوان نخستین دموکرات مخالف با توافق اتمی میان ایران و قدرت‌های جهانی به ثبت رساند. اما به رغم موفقیت‌هایی که مخالفان توافق اتمی در کنگره آمریکا داشتند، روز سه‌شنبه یکی از اعضای ارشد در حزب جمهوری خواه گفت تلاش‌های کاخ سفید برای جلب حمایت از توافق نتیجه بخش از آب در آمده و او دیگر مطمئن نیست که مخالفان توافق بتوانند حرف خود را به کرسی بنشانند. این نکته است که پیشتر میچ مک‌کانل سناتور جمهوری خواه و رهبر جناح اکثریت در سنا هم در اواخر مرداد ماه گذشته به آن اذعان کرد و گفت باراک اوباما در مواجهه با کنگره
بر سر توافق هسته‌ای با ایران بخت زیادی برای پیروزی دارد. همزمان با افزایش تعداد سناتورهای حامی توافق، برخی از آنها به این فکر افتادند که به جای 34 رأی موافق در سنا، به دنبال جمع کردن 41 رأی موافق باشند تا بتوانند طرح رد توافق اتمی را در نطفه خفه کنند. آنطور که خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید، در صورت رسیدن آرای موافق به 41 رأی، باراک اوباما نیازی به استفاده از حق وتوی خود برای تصویب این توافق نخواهد داشت. کنگره آمریکا تا روز 17 سپتامبر، یعنی کمی بیش از 20 روز دیگر، فرصت دارد تا با توافق اتمی 6 قدرت جهانی با ایران را مورد بررسی قرار داده و به آن رأی مثبت یا منفی بدهد. در این میان مخالفان توافق اتمی تنها یک راه برای بی‌اثر کردن حق وتوی باراک اوباما دارند، اینکه 67 تن از اعضای سنا و 290 نفر از اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده علیه این توافق اتمی رأی دهند. همزمان مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته است ما از رد شدن احتمالی طرح توافق اتمی در کنگره آمریکا نگرانی نداریم. خانم افخم همچنین در خصوص تشکیل کمیسیون بررسی برجام گفت، کمیسیون مشترک برجام در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و در سطح معاونین وزرای خارجه ایران و گروه 5+1 برگزار می شود. همزمان با تلاش‌های تازه دیپلماتیک برای حل بحران 4 ساله سوریه که باعث گمانه‌زنی‌های در مورد آینده بشار اسد رئیس جمهوری این کشور شده، او گفته از ادامه حمایت متحدان خود ایران و روسیه مطمئن است. بشار اسد رئیس جمهور سوریه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی المنار وابسته به حزب الله لبنان که سه‌شنبه شب 3 شهریور پخش شد، روسیه را مهمترین متحد و ایران را دومین متحد مهم حکومت خود خواند. او گفت روسیه از 4 سال پیش، از آغاز جنگ داخلی سوریه تا کنون، رابطه‌ای صادقانه و شفاف با حکومت او داشته است. رئیس جمهور سوریه افزود روس‌ها به اصول خود پایبند هستند. بشار اسد در واکنش به پرسشی در مورد اظهارات باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که چندی پیش احتمال تغییر سیاست تهران و مسکو در قبال سوریه را مطرح کرده بود، گفت آمریکا متحدان و دوستان خود را تنها می‌گذارد، اما روسیه خیر. رئیس جمهور آمریکا روز 7 اوت گفته بود روسیه و ایران درک کردند که موقعیت اسد مناسب نیست. وی افزود هر دوی این کشورها وقتی پای اسد به میان می آید چندان هم احساساتی نمی شوند. روز سه‌شنبه 3 شهریور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه نمایشگاه هوا و فضا در مسکو با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در مورد سوریه گفتگو کرد. کاخ کرملین مبارزه با گروه تروریستی دولت اسلامی و یافتن راه حلی برای پایان دادن به بحران سوریه و روند صلح خاورمیانه را محور گفتگوی رئیس جمهور روسیه و پادشاه اردن عنوان کرد. بشار اسد تأکید کرد حکومت او از قدرت گرفتن ایران در پی توافق اتمی با غرب سود می‌برد. وی افزود قدرت ایران قدرت سوریه است و تهران و دمشق بر یک محور، آن هم محور مقاومت هستند. وی با دفاع از حزب الله گفت حزب الله توسط حکومت سوریه دعوت شده است و حضورش در خاک سوریه مشروع است، اما دیگر نیروهای تروریستی آمدند تا ملت سوریه را بکشند. رئیس جمهور سوریه در مورد گفتگوی صلح برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه که تا کنون جان بیش از 240,000 تن از شهروندان این کشور را گرفته افزود هر تلاشی باید مبارزه با تروریسم را در اولویت قرار دهد، وگرنه ارزشی ندارد. سخنان آقای اسد در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه نمایشگاه هوافضا در مسکو با عبدالله دوم پادشاه اردن دیدار و در مورد مبارزه با گروه تروریستی حکومت اسلامی، پیدا کردن راهی برای بحران سوریه و روند صلح خاورمیانه تبادل نظر کردند. پادشاه اردن به رئیس جمهور روسیه گفت نقش مسکو در گردآوردن همه طرف‌های درگیر برای مذاکره حیاتی است. پیش از این دیدار در هفته 3 مرداد ماه وزیر خارجه عربستان سعودی با همتای روس خود دیدار کرده بود که در پی آن عادل الجبیر تأکید کرد از نظر ریاض بشار اسد هیچ جایی در آینده سوریه ندارد. کشورهای غربی بارها از بشار اسد خواستند تا از قدرت کنارگیری کند، دولتی انتقالی سر کار بیاید
و انتخابات آزاد در آن کشور انجام شود. رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند روز سه‌شنبه بار دیگر خواستار تغییر ساختار قدرت در سوریه شد و آن را پیش شرط پایان جنگ داخلی این کشور دانست. آقای اولاند در دیدار با سفرای فرانسه در پاریس گفت: ما باید نفوذ تروریست‌ها را کاهش دهیم بدون آنکه اسد در قدرت باقی بماند. او ایجاد یک دوران گذار سیاسی در سوریه را ضروری خواند و از چند شرط برای تحقق صلح در این کشور نام برد که نخستین آنها کنار گذاشتن بشار اسد از مسند قدرت بود. دومین شرط او تضمین خاطر دادن به اپوزیسیون میانه‌رو سوریه به ویژه به کردها و سنی های این کشور در مورد حفظ امنیت آنها بود. فرانسوا اولاند همچنین تأکید کرد که حفظ ساختارهای دولتی و اتحاد سوریه ضروری است و افزود در نهایت موضع مشترک همه کشورهایی که در این بحران نقش دارند تعیین کننده است. او با نام بردن از کشورهای حاشیه خلیج فارس، ایران، روسیه و همچنین ترکیه از آنها خواست که با جدیت با تروریست های دولت اسلامی مبارزه کنند و به درگیری با کردها پایان دهند. رئیس جمهور فرانسه تأکید کرد این کشور به حمایت خود از شورشیان میانه‌رو سوریه ادامه می دهد. وزارت خارجه سوریه در واکنش به سخنان رئیس جمهور فرانسه را دخالت شدید در امور داخلی این کشور خواند و اعلام کرد تا زمانی که پاریس بر این موضع خود پافشاری کند، نقش فرانسه در یافتن راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه پذیرفته نخواهد شد. اما به دنبال جنجال‌ها پیرامون توافق محرمانه تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یوکی آمانو مدیر کل این سازمان تاکید کرده که محتوای توافق ایران و آژانس برای حل و فصل ابهامات باقی مانده محرمانه است. اما او اطمینان داد که روش‌های در نظر گرفته شده در آن از نظر فنی اطمینان بخش هستند. روز سه‌شنبه سوم شهریور ماه، یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای انتقاداتی را که اخیراً در رابطه با توافق هسته‌ای ایران مطرح شدند رد کرد و گفت روش‌هایی که در توافق هسته‌ای میان ایران و گروه پنج به علاوه یک تعیین شدند به هیچ وجه مغایر با استانداردهای امنیتی و فنی آژانس نیستند. از جمله این انتقادات، سپردن بازرسی از منطقه نظامی پارچین در شرق تهران به دست بازرسان ایرانی است. آقای آمانو که در جلسه شورای حکام آژانس سخن می گفت تصریح کرد محتوای توافقنامه هسته‌ای محرمانه است و او نمی تواند جزئیات آن را فاش کند. او اما اطمینان داد که مقرراتی که با ایران تعیین شده از نظر فنی مستحکم بوده و با فعالیت‌های پادمانی آژانس هماهنگی دارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در بیانیه‌ای که به این منظور صادر کرده نوشته است: روز 14 ژوئیه من و علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، نقشه راهی را امضا کردیم که مسائل مربوط به فعالیت‌های قبلی و فعلی برنامه هسته‌ای ایران را روشن می‌کند. به گفته آقای آمانو، هدف اصلی این نقشه را تسریع و تقویت همکاری بین آژانس و ایران بوده و قرار است که تمامی مسائل باقی مانده تا پایان سال 2015 حل و فصل شود. در این راستا جمهوری اسلامی در روز 15 اوت توضیحات جامعی همراه با یک سری اسناد به آژانس تحویل داده است که در حال بررسی هستند. آقای آمانو در بیانیه خود تاکید کرده که همه فعالیت‌های مربوط به نقشه را تا روز 15 اکتبر تکمیل شده و ارزیابی نهایی در نشست شورای حکام در روز 15 دسامبر ارائه خواهد شد. در بیانیه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین آمده است که توافق هسته‌ای با ایران باعث اجرای پروتکل الحاقی از جانب جمهوری اسلامی خواهد شد. به گفته آقای آمانو، پروتکل الحاقی یکی از ابزارهای قوی راستی‌آزمایی به شمار می‌رود و آژانس از طریق آن بهتر می‌تواند در زمینه صحت اطلاعات دریافتی از ایران راستی‌آزمایی کند. او در بیانیه خود تاکید می‌کند در صورت اجرای پروتکل الحاقی ما دسترسی بیشتری به اطلاعات و سایت‌های ایران خواهیم داشت.
در حال حاضر 120 کشور این پروتکل را اجرا می‌کنند. بر اساس محاسبات آژانس نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران طبق توافق صورت گرفته، سالانه بالغ بر 9,200,000 یورو هزینه برمی‌دارد. آقای آمانو از کشورهای عضو آژانس خواست بودجه مورد نیاز را تامین کنند. به گفته او بودجه ماهانه 800,000 یورویی که تاکنون برای این منظور در نظر گرفته شده تا پایان ماه آینده میلادی به پایان میرسد. ایالات متحده آمریکا در واکنش به اظهارات آقای آمانو اعلام کرد اقدامات لازم برای اطمینان از تامین بودجه این سازمان را به عمل خواهد آورد. همزمان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت که در دیدار با مقامات چینی به طور جدی موضوع راکتور آب سنگین عراق مورد بررسی قرار می‌گیرد و یادداشت تفاهمی با طرف چینی در رابطه با ساخت نیروگاه‌های کوچک 100 مگاواتی چند وجهی در ایران امضا خواهد شد. آقای صالحی که صبح روز چهارشنبه 4 شهریور ماه وارد چین شد گفت یکی دیگر از محورهای مهم سفر به چین مذاکره جدی با طرف چینی در رابطه با بازطراحی راکتور آب سنگین عراق است. رئیس سازمان انرژی اتمی گفت علاوه بر چین، آمریکا هم در این کارگروه مشارکت دارد و همچنین دیگر کشورهای عضو 5 به علاوه 1 در صورت علاقمندی و حتی کشورهای غیر عضو در صورتی که مورد پذیرش ایران و گروه 5 به علاوه 1 باشند مثل کره جنوبی می توانند در این طرح شرکت کنند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران صبح روز چهارشنبه در رأس یک هیئت عالی رتبه از مسئولان و مقامات فنی سازمان انرژی اتمی وارد پکن پایتخت چین شد و قرار است در این سفر 3 روزه دیدارهای مهمی با مقامات چینی از جمله وانگ یی وزیر امور خارجه این کشور داشته باشد. اما روز چهارشنبه 4 شهریور ماه کانون مدافعان حقوق بشر کردستان از اعدام بهروز آلخانی زندانی سیاسی خبر داد. آقای آلخانی به ارتباط با پژاک و دخالت در قتل دادستان شهر خوی متهم شده بود. عفو بین‌الملل پیشتر خواسته بود اجرای حکم اعدام آقای آلخانی متوقف شود. بهروز آلخانی زندانی سیاسی کرد که روز سه‌شنبه 3 شهریور در زندان ارومیه به سلول انفرادی منتقل شده بود، ساعت 1 بامداد چهارشنبه اعدام شد. کانون مدافعان حقوق بشر کردستان ضمن انتشار این خبر نوشت که همزمان حکم اعدام 5 زندانی دیگر نیز به جرم خرید و فروش مواد مخدر در همین زندان اجرا شده است. به گفته یک منبع آگاه که کانون مدافعان حقوق بشر کردستان به آن استناد کرده، جسد هر 5 زندانی دیگر به خانواده‌هایشان تحویل داده شده است. به نوشته پایگاه اینترنتی کانون مدافعان حقوق بشر کردستان، یکی از اعضای خانواده آلخانی خبر اعدام وی را تایید کرده است. گفته شده خانواده آلخانی برای تحویل جنازه باید از دادگاه نامه بگیرند. بهروز آلخانی ساعت 9 صبح سه‌شنبه 3 شهریور ماه در تماسی تلفنی از زندان به خانواده‌اش گفته بود که برای آخرین بار به دیدار او بروند. وبسایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهروز آلخانی را فرزند فارس متولد سال 1364 و شهروند کرد ساکن سلماس معرفی کرده است. نیروهای امنیتی او و 15 تن دیگر را در تاریخ 7 بهمن ماه 1388 در سلماس و به اتهام ارتباط با پژاک، حزب هیئت آزاد کردستان، بازداشت کردند. بر این اساس آلخانی نزدیک به 19 ماه در بازداشتگاه‌های امنیتی سلماس، خوی و ارومیه بوده و از نظر جسمی و روانی شکنجه شده است. این زندانی در ادامه به مشارکت در قتل ولی حاجی قلی‌زاده دادستان خوی نیز متهم شد. او در نهایت در شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به 1 بار اعدام به جرم محاربه از طریق ارتباط با پژاک و در دادگاه عمومی به 1 بار اعدام به جرم مشارکت در قتل دادستان خوی محکوم شد. آلخانی در پرونده دیگر هم به جرم حمل و نگهداری سلاح گرم به تحمل 10 سال حبس محکوم شد.
پایگاه اینترنتی کانون مدافعان حقوق بشر کردستان به نقل از برادر آلخانی نوشته در هنگام بازداشت هیچ سلاحی از وی کشف نشده و تنها برای اینکه ادله کافی برای اثبات قتل دادستان در اختیار نداشتند این اتهام را به بهروز وارد کردند. پس از ابطال این حکم در دیوان عالی کشور، دادگاه دیگری در ارومیه آلخانی را به مرگ محکوم کرد. بر این اساس متهم بار دیگر تقاضای تجدید نظر در حکم کرده، اما حکم پیش از اعلام نتیجه اجرا شده است. سازمان حقوق بشری عفو بین الملل یک روز پیش از اعدام بهروز آلخانی خواستار توقف اجرای حکم شده بود. سعید بومدوها، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل، اجرای حکم اعدام را در حالی که زندانی در انتظار نتیجه درخواست تجدید نظر است، نقض فاحش قوانین ایران و قوانین بین المللی و توهین به عدالت برشمرده بود. اوایل هفته گذشته افت شاخص سهام در بازار بورس چین همچنان ادامه یافت و شاخص اصلی بازار بورس چین در 2 روز 11% سقوط کرد. کند شدن آهنگ رشد اقتصادی چین بازارهای جهانی را مضطرب کرده بود. پس از تجربه سقوط و نزول‌های متعدد در بازارهای بورس آسیا، روز چهارشنبه 4 شهریور ماه سرانجام آرامشی نسبی بر آنها حاکم شد. در پی کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی چین و پس از آنکه صبح چهارشنبه 4 شهریور ماه بازارهای بورس آسیا سقوط و نزولهای متعددی را تجربه کردند، در نهایت در ساعات بعد از ظهر آرامشی نسبی بر آنها حاکم شد. این در حالی است که در ساعات اولیه صبح چهارشنبه و در پی کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی چین بازارهای بورس آسیا سقوط و نزولهای متعددی را تجربه کردند. بازار بورس شانگهای، توکیو، سئول و هنگ کنگ در ساعات میانی ظهر با رشد شاخص روبرو بودند. صبح چهارشنبه بورس توکیو و سئول روز را با کمی افزایش آغاز کردند، اما بورس شانگهای، هنگ کنگ و سیدنی تا میانه روز همچنان کاهش داشتند. بورس توکیو صبح چهارشنبه را با 0.7% افزایش آغاز کرد و در ساعات بعدی به مجموع 0.4% افزایش رسید. بعد از ظهر این بورس بیش از 3% رشد کرد. در همین حال شاخص بورس بازارهای شانگهای، بازارهای اصلی در هنگ کنگ و سیدنی استرالیا در ساعت‌های اولیه صبح چهارشنبه کاهش داشتند. بازارهای بورس در چین طی روزهای گذشته و همزمان با افزایش نگرانی‌ها در مورد وضعیت دومین اقتصاد بزرگ جهان به طور گسترده و محسوسی سقوط کردند. بازار بورس در شانگهای روز دوشنبه و سه‌شنبه با 8.5% و 7.6% کاهش روبرو شده بود. در روزهای اخیر با افزایش احتمال بدتر شدن وضعیت اقتصادی در چین، بازارهای جهانی با سقوط شاخصهای سهام مرتبط با این بازار روبرو بودند. برای مقابله با شرایط بحرانی، بانک مرکزی چین روز سه‌شنبه 3 شهریور اعلام کرد نرخ بهره را 0.25% کاهش می‌دهد. بازارهای عمده سهام در آمریکا در پی کاهش نرخ بهره در چین برخلاف بازارهای اروپایی در پایان روز با افت شدید روبرو شدند. بهای دلار در برابر ین ژاپن نیز از روز جمعه تا کنون به طور چشمگیری سقوط کرده است و از 122 ین برای هر دلار به 118 ین رسیده است. خبرگزاری رویتر صبح روز چهارشنبه 4 شهریور گزارش داد واکنش نچندان مطمئن بازارهای آسیایی با وجود کاهش نرخ بهره نشان می‌دهد که کمک‌ها و حمایت‌های بیشتری نیاز است تا روند عادی و مثبت به این بازارها بازگردد. همچنان بسیاری از سهامداران در پی فروش سهام خود هستند که نشان می‌دهد اطمینان کامل به بهبود اوضاع شکل نگرفته است. از سوی دیگر روزنامه واشنگتن پست می‌گوید با وجود وضعیت بد اقتصادی در چین، به ویژه افت شدید سهام در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه که نشان دهنده مشکلی بزرگ است، ولی به این معنی نیست که این اقتصاد در حال فروپاشی است. به گفته این روزنامه، کارشناسان بر این عقیده‌اند که پیشبینی سرمایه گذاران در مورد آینده کل اقتصاد چین بر پایه شکست شدن حباب حقوق صاحبان سهام اشتباه است. حقوق صاحبان سهام علایق سهامداران در مورد خالص دارایی‌های شرکت‌ها را نشان می‌دهد.
ترکیه که بارها متهم شده بود عزمی برای مبارزه با گروه تروریستی دولت اسلامی در عراق و سوریه ندارد، به ائتلاف جهانی ضد داعش پیوسته است. ترکیه به زودی در عملیات گسترده ای علیه دولت اسلامی شرکت می کند. وزیر خارجه ترکیه می گوید آمریکا و ترکیه به زودی عملیات هوایی فراگیری علیه نیروهای گروه تروریستی دولت اسلامی در سوریه به راه خواهند انداخت. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز دوشنبه 2 شهریور در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت ترکیه و آمریکا به زودی عملیات فراگیر هوایی را آغاز خواهند کرد تا نیروهای گروه دولت اسلامی را از منطقه هممرز با ترکیه در شمال سوریه برانند. او گفت مذاکرات در این مورد روز یکشنبه اول شهریور به نتیجه رسید و متحدان منطقه ای شامل عربستان سعودی، قطر و اردن و همچنین بریتانیا و فرانسه ممکن است در این عملیات شرکت کنند. رویترز می نویسد مقام‌های نزدیک به این طرح‌ها گفتند ایالات متحده و ترکیه در نظر دارند که در چارچوب عملیات یاد شده پوششی هوایی برای نیروهایی که به زعم آمریکا به شورشیان میانه روی سوری تعلق دارند فراهم آورند، با این هدف که شبه نظامیان دولت اسلامی از منطقه 80 کیلومتری در امتداد مرز ترکیه با سوریه رانده شوند. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید توافق ترکیه و ایالات متحده در خصوص عملیات هوایی علیه گروه دولت اسلامی در سوریه را تایید نکرد، اما گفت ترکیه و آمریکا در حال مذاکره هستند. او گفت ما به توافقهای علاقمند بوده ایم که همکاری بین ایالات متحده و ترکیه را عمیق‌تر می کنند. دیپلمات ها می گویند قطع دسترسی دولت اسلامی به مرز ترکیه، مرزی که از طریق آن این گروه نیروهای خارجی و تجهیزات مورد نیاز خود را وارد سوریه می کند، می تواند بازی را تغییر دهد. به ویژه آنکه جت های جنگی آمریکا پیش از این عملیات حملات خود علیه مواضع دولت اسلامی را از پایگاه های ترکیه آغاز کردند. وزیر خارجه ترکیه همچنین گفت عملیات یاد شده به مثابه پیامی به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است و به اعمال فشار به دولت او برای آمدن به پای میز مذاکره در مسیر جستجوی راه حلی سیاسی برای جنگ سوریه کمک می کند. ترکیه بر این باور است که صلح پایدار در سوریه در گروه برکناری رژیم بشار اسد است، اما آمریکایی ها می گویند که تمرکز عملیات نیروهای ائتلاف عقب راندن نیروهای دولت اسلامی است. آقای چاوشوغلو گفت هدف ما باید ریشه‌کن کردن داعش هم در سوریه و هم در عراق باشد. در غیر این صورت شما نمی توانید ثبات و امنیت بیاورید. اما از میان برداشتن ریشه مسبب این وضعیت در سوریه نیز بسیار اساسی است. این ریشه رژیم این کشور است. وزیر خارجه ترکیه به شبه نظامیان حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه که در عمل متحد زمینی برای عملیات هوایی واشنگتن در خاک سوریه بودند اشاره کرد و گفت این نیروها نقشی در برقراری منطقه امن نخواهند داشت مگر اینکه سیاست خود را تغییر دهند. آنکارا نگران آن است که این حزب و متحدان آن نقشه یک پارچه کردن مناطق کردنشین در شمال سوریه را در سر بپرورانند و بیم دارد که این جاه طلبی ها بر روی جدایی طلبان کردهای ترکیه نیز تأثیر بگذارد. وزیر خارجه ترکیه گفت بله، پی‌ای‌دی با داعش جنگید، اما برای یک پارچگی ارضی یا وحدت سیاسی سوریه نجنگید. این غیر قابل قبول است. او تأکید کرد ما ترجیح می دهیم که نیروهای میان روی اپوزیسیون واقعی منطقه امن یا منطقه آری از داعش در قسمت شمالی سوریه را کنترل کنند، نه پی‌ای‌دی، مگر اینکه آنها سیاست خود را به صورت اساسی تغییر دهند. چاوشوغلو درباره عملیات این کشور علیه حزب کارگران کردستان PKK هم گفته است تا زمانی که این گروه سلاح خود را بر زمین نگذارد عملیات نظامی علیه آن ادامه پیدا خواهد کرد. این مقام ترک همچنین در مصاحبه خود با رویترز تأکید می کند که در ماه‌های اخیر 61 سرباز و افسر پلیس ترکیه در درگیری با PKK کشته شدند. وزیر خارجه ترکیه در این مورد که آیا گسترش روابط ایران با غرب می تواند در رسیدن به راه حل دیپلماتیک بحران سوریه تأثیر داشته باشد همچنین پاسخ داد ما بسیار خوشحالیم که می بینیم ایران در حال عادی سازی مناسبات دیپلماتیک خود با بسیار
بسیاری از کشورهای غربی است و این همان چیزی است که ترکیه کاملا از آن حمایت می کند. او ادامه داد: اما اوضاع در سوریه، عراق و یمن موضوعی کاملا متفاوت از توافق هسته است. ما از ایران انتظار داریم تا نقشی سازنده تر در سوریه، عراق و یمن ایفا کند. اما در این قسمت از برنامه سری میزنیم به بهنام امینی، خبرنگار ما در ترکیه، که ما را در جریان تحولات این کشور و منطقه قرار میدهد. ترکیه بار دیگه برای برگزاری انتخابات پارلمانی در یک سال گذشته آماده میشه. 1 نوامبر روزی است که باید یک بار دیگه 4 حزب بزرگ ترکیه به آوردگاه سرنوشت تعیین دولت برن. بن‌بست سیاسی و درگیری با پکاکا کمی هم البته حوصله افکار عمومی رو سر برده. همزمان وزیر خارجه ترکیه از تفاهم جدیدی با امریکا در مورد سوریه سخن گفته و اعلام کرده در آینده نزدیکی عملیات گسترده‌ای رو با مشارکت امریکایی‌ها بر علیه داعش آغاز خواهیم کرد. اما در سوریه بشار اسد میگوید از تداوم حمایت ایران و روسیه از حکومتش اطمینان داره و گفتگوهای روسیه با مخالفین سوری دلیل بر این نیست که روس‌ها به ما پشت کردن، بلکه اونها در پی یافتن راه حلی برای خروج از این بحران هستند. گفتگوی این هفته اسد با شبکه المنار لبنان در واقع پاسخی به همه گمانه‌زنی‌هایی بود که به ویژه پس از توافق هسته‌ای ایران پیرامون آینده سوریه مطرح می‌شد. مدتی است در محافل عمومی این گمانه‌زنی رواج یافته که احتمالاً ایران و روسیه دیگه نمی‌خوان مانند گذشته از بشار اسد حمایت بکنن. دیدارهای مکرر مقامات کشورهای عربی با سران روس و همینطور ملاقات روس‌ها با مخالفین اسد بیشتر بر این گمانه‌زنی‌ها دامن زده. همزمان ایران و روسیه به عنوان مهمترین حامیان اسد هر کدام میگن که برای حل بحران سوریه طرح‌های جدیدی در دست دارن. کشورهای غربی از جمله فرانسه اما با حضور بشار اسد در آینده سوریه به شدت مخالف هستند. اما انفجار یکی از معابد تاریخی معابده باستانی پالمیرا در سوریه به دست داعش در این هفته قطعا خبری بود که دل همه دوستداران میراث فرهنگی رو در سراسر جهان آزرد. به نظر میرسه تروریسم امروز تنها یک پدیده شوم انسانخوار نیست، بلکه به یک دستگاه عظیم فرهنگخوار و تاریخخوار تبدیل شده. تنها یکی از آثار منفی پدیده شوم تروریسم مهاجرت اجباری مردمان منطقه هستش. در هفته که گذشت شاهد موج افزایشی مهاجران سوری، عراقی و افغانی به کشورهای اروپایی همچون یونان، مجارستان و صربستان بودیم. و اما در عراق اعتراض شدید حیدر العبادی، نخست وزیر این کشور، به حضور قاسم سلیمانی در یکی از جلسات سیاسی این کشور حکایت از به سر آمدن صبر مقامات عراقی از دخالت‌های بی‌پایان جمهوری اسلامی داشت که این روزها البته این موضوع رو در محافل عمومی به ویژه اعتراضات مردمی در برخی شهرهای عراق نیز شاهد هستیم. و نهایتاً این هفته روزنامه الشرق الاوسط نزدیک به منابع عربستانی خبر از دستگیری عامل اصلی انفجار برج‌های الخبر عربستان رو داد. سال 1996 محل اقامت نیروهای امریکایی در زهران عربستان در یک حمله تروریستی منفجر شد که این انفجار منجر به کشته شدن 19 سرباز امریکایی و زخمی شدن 372 نفر دیگه شد. ابراهیم المغسل، شهروند عربستانی و رهبر گروه حزب الله حجاز که پس از 19 سال در بیروت توسط مقامات امنیتی عربستان دستگیر شده، از سوی امریکا متهم نخست این حمله تروریستی بود. گفته شده گوران حزب الله حجاز نزدیک به ایران بوده و المغسل مدتی رو نیز در ایران زندگی کرد. اما مقامات جمهوری اسلامی همواره ارتباط با این گروه رو رد کردند. بسیار سپاسگزارم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. با ما از طریق وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا با نشانی که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و درباره برنامه نظر دهید. تا فردا هم که در همین ساعت با شما خواهم بود، شب و روز شما خوش.